این دو تصویرها دو تصویر تقریبا میشه گفت در هم شده است، یعنی اینو این ستاره رو زیاد میبینید و این پوششی که در اینجا است. اگه آینتی سایز 5 رو بزنیم میبینیم که یه عمودی افقی داریم و یک جریان هدف با دنباله. این خودش یک منبع از منابعی که اهداف داخل چیز دیگه ای قرار میدن. این تصویرها خیلی عمومی میاد، مال 18-11-5 و این عمودیش هم در اینجاست. اینا در 18-11-5 زیاد مشاهده امکان داره بشه، ولی وجود هدفش قابل بحثه. اینایی که به این صورت دوتا لکه اینجا میبینید، اینا رسها یا خاک رس پخته یا مساله ساختمانی هم، زمین های صفر شده. خب این چون ویدیوهایش 55 بوده، کد 11 پایین رو بهش میدیم و عملا دو لکه رنگ در اینجا داریم. خب چون ساختار هدف عمودی بود و ستاره هم داشت، ما پایین رو صفر میگیریم و بالا رو روی 20. چون یه عمودی اون اول در این قسمت داشتیم و این نوع تصاویر رو که میبینید خطوط داره، اینا متعلق به جاهاییه که یا دست خورده هستن یا منابعی در اونها هستن. این دوتا لکه رنگ در اینجا وجود داره تا کد 20. 5 رو به خاطر عمودی بودنش میذاریم که از شرایط اون منبع مورد نظر یا اینترپولیت فعلا استفاده اینجا نکن. دو لکه رنگ در اینجا داریم و یه لکه رنگ به این صورت در اینجاست. یک لکه رنگ مخروطی هم در اینجا شکل گرفته، در همون جایی که اون لکه رنگ عمودی موجود داشت. پس تا اینجا وقتی از آینتی سایز 5 استفاده میکنیم، یه ترکیب خاصی رو میبینیم. حالا میریم کد 1 رو میدیم برای اینکه جدا کنیم. در کد 1 ما اینجا یه لکه داریم و در اینجا ببینید این یه لکه این بالاست، یه لکه اینجاست. این لکه ها اگه جایی میاد تاییدیه هدفه، ولی بنابراین نیست که حتما هدف مورد نظر در اونجا وجود داشته باشه. وقتی دو صفرش میکنیم و میایم آینتی سایز 5 رو میدیم، چنین ساختاری رو ما اینجا داریم میبینیم، یک مثلث با یک خط به همراه. اگر یک مقداری ما از اف 7 استفاده کنیم، در این دو جا دو تا لکه رنگ تو پس زمینه میبینیم که داره آشکار میشه و حالا F6 تا بتونیم اینا رو پررنگ تر کنیم به نسبت تا قابل رویت باشه این لکه هایی که در اینجا هست. اگر تو 4 رو بزنیم یا 3 رو بزنیم این بزرگتر میشه و این یکی میره توی دل این. اینجا دو لکه به این صورت کنار هم و به همراه این وجود داره که وقتی بخوایم اگه سایز ها رو بذاریم اینا خیلی کوچیک میشه. در حالت یکش ما یه لکه رنگ خیلی بزرگ داریم که اینو میتونیم از F7 استفاده کنیم و دو لکه رنگ رو در کنار هم به دست بیاریم. ولی این دو لکه در حالت آینتی سایز 2 یه تکه، در آینتی سایز 1 دو تاست. این به خاطر F7ه که اینجا ما استفاده کردیم این شرایط پدید اومد. اگه از F6 استفاده کنیم، در داخل این لکه یه لکه دیگه شکل میگیره. یعنی ساختار لکه ها رو اگه اینجا ببینید، اینا بیانگر وجود هدفه. اون تک لکه هم دوباره اومد اینجا که یه دونه قبل از زدن F6 F7 در اینجا بود. خب این وجود هدف خود این دوتا تایید میکنن، ولی محل دقیق هدف شاید نباشه، شاید این محل دقیق هدف باشه، ولی اینجا به نظر میاد که یه مقداری با اون خود هدف تعارض داره، یعنی با محدوده اصلی هدف یه تعارض کوچیکی وجود داره، ولی دو لکه با این کد هست. این مثلث یه تک در اینجاست. عمدتاً این مثلثایی که به اینجوری میبینید اگه در مرکز هدف دقیق باشید باید دو تا باشه. یه مثلث اینجا شکل گرفته و یکی دیگه‌اش اینه. اینا دو تا مثلث، یعنی اگه این اینجا تقسیم کنی این و این دو تا مثلث. اینجا وجود هدف مورد تاییده و قابل قبوله، ولی چون تصویرش به این گونه ای بود که گفتیم ترکیبی از دو تصویر بوده و اگه پایه هاشو در نظر بگیریم، اگه یک رو بدیم، 1 2 3 4 5 6 7 حدود 8 تا انداخته. البته این 8 تا در اینجا بحثش سر اینه که ما الان اینو فیلتر کردیم، شاید به این صورت باشه، ولی در هر صورت ما دو لکه در دل اینها به این صورت داریم و این پدیده رو میشه به عنوان هدف در نظر گرفت. ولی این موضوع اصلی در اینجا برای ترکیب دقیق این، اگر ما آینتی 1 رو بهش بدیم اون میره
اون ترکیبی که در اونجا از اون دولکه بود میره و یه مثلث در اینجا باقی میمونه. این ساخت این مثلثه. این ساختاری که در اینجا داریم میبینیم، ببینید این دوتا تکن، اگه این لایه 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 با هم میامد بالا، این مبین هدف بود، یا اگه یه لایه لایه اینجا بود و یکی در اینجا، این هدف بود. این وضوحی از جریان یک منبع صفر شده در لایه های مختلف زمینه. حالا اگه اینو دو صفر بکنیم، این ترکیب میره، این به این صورت در میاد و در اینجا ما میتونیم از F7 استفاده کنیم و یه تک لکه ببینید در اینجا، اینجا بالا اومد. یه تک لکه رو ما در این نقطه داریم که روی آنتی سایز 1 خیلی بزرگه ولی رو 5 کوچیک میشه. اگه از F7 هم بهره ببریم که بخوایم این رو F6، اینو روشن‌ترش بکنیم که لکه دیگه رو ببینیم. فعلا لکه دیگه در اینجا دیده نمیشه. پس تا اینجا با یه سری آینتی های، یه سری ترکیب ها، این تفسیرات یا این شکل ها به دست اومده که میشه گفت تا حدودی قابلیت وجود هدف رو تایید میکنه. حالا اگر که در این محدود ما کد 11 پایین رو بدیم، کاری که اون ابتدا کرده بودیم، و بیایم 20 بالا رو بدیم، چون تا 20 که رفتیم دو لکه رو داشتیم، یعنی این با اینو داشتیم، در اینجا یه اینترپولیت 1 بدیم و بعد بیایم کد 5 رو بدیم، همون روش با اینترپولیت. ببینید دو لکه در اینجا اومد و یه تک لکه هم در اینجا، این لکه هم سر جای خودش باقی مونده. اینا برای تفسیر هدفه که آیا هدف در اونجا هست یا هدف در اونجا وجود نداره. حالا دو صفرش میکنیم. در شرایط دو صفر این اینجا شکل میگیره و این، ببینید اینا از نظر ترکیبی این دو تاست در اصل. این اگر بخوایم این رو از F7 استفاده کنیم، میتونیم این رو به عنوان دو لکه در نظر بگیریم، یکی اینه یکی اینه که پایین تر از اینه، ترکیب اصلی اون رو به ما نمیده، ولی در هر صورت تو شرایط عادیش ما دو لکه به صورت این شکلی داریم و یک تک در اینجا داریم. اگه آینتی 1 رو بهش بدیم، این بازم باقی میمونه در جای خودش، یعنی F7 رو که بزنید این در اینجا در این روش باقی میمونه و درست جایی که اون تک لکه رنگ قبلی رو ما داشتیم در این محل. پس هدف رو ما میتونیم اینجا توی این ترکیب تایید بکنیم. حالا یا عمقش خیلی زیاده یا یه مقداری این هدف پایین تر از اون چیزی که در اینجا شکل گرفته. این نوع تصاویر میتونید مجدد تفسیرگیری کنید، ولی این پایه‌هاش گفتیم زیاده. گامایی که ویشه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 گام رو گرفته. میتونه دو هدف یا دو منبع در هم ترکیب شده باشن. چون این روی 5 بوده، پالسش باید با 5 این رفتار رو انجام میداده تا بشه روش حساب بکنه. حالا اگه کد 11 پایین رو بدیم، اینترپولیت 1 رو بدیم و بیایم این رو 2-0 بکنیم، این محدوده برای ما تعیین میکنه ولی نمیتونه هدف اصلی رو به ما بده. اینجا به خاطر اینه که یا گام ها زیاده یا جریان اون شکلیش ساختار خاصی رو داشته. دوباره میتونیم 11 پایین رو بدیم، بنابر ویدیوهای 55 و کدی که داده شده بوده، آینتی 2 رو میدیم، اینترپولیت 2 رو میدیم و دوباره 2-0ش میکنیم. ببینید در اینجا اومد دو لکه خوب به ما داد. پس با این تفسیر اینجا هدف احتمالاً یا دو تا، یا اینجا حفره راه چاه کاناله و دو هدف در اینجا وجود داره، یا میشه گفت که این اهداف اهدافی با تعداد بیشتری هستن. چون در این حالت وقتی که ما آینتی ها رو ببخشید F7 رو میزنیم، اینا پررنگ‌تر میشه. ببینید اینا فقط برای مشخص کردن وضعیت وجود هدف یا عدم وجود هدفه و زمانی ارزش داره که ما اون دو قلوها رو اونجا گرفته بودیم و به دست آورده بودیم. پس اینا هم اونا رو تایید میکنن. حالا چون روی آینتی 2 یا اینترپولیت 2 به ما اینو داده بود، ما کد 2 رو میدیم برای تعیین محدوده که ببینیم واقعا رو مرکز هدف هست 2 پایین
و دوی بالا. خب ببینید این محدوده رو برای ما خیلی خوب مشخص کرده، ولی اون چیزی که دو لکه داره واقعا با هم میخونن این دوتا در این گوشن در ایجاد محدوده هدف. پس احتمالا این در مرکز هدف با یه کمی فاصله به سمت پایین‌تر، یا این دو هدف هست. حالا روش دیگرش برای اینکه بفهمیم اگر دو هدفه یا هدف خیلی بزرگه، آینتی سایز یا اینترپولیت سه رو میدیم. آینتی سایز نه، همون اینترپولیت سه رو میدیم، سه پایین رو تایید میکنیم و سه بالا. خب یه ترکیب در اینجا به ما داده و یه مجموعه در اینجا داده، و این رو میشه گفت حدوداً این هدف، این شکل‌گیری هدف در قسمتی از اینجا هست و اینجا. پس اینجا دو منبع وجود داشته که اپراتوری اشتباه رو کرده و این رو با هفت گام گرفته. یعنی در اصل میشه گفت دو منبع، دو هدف رو در هم یکی کرده، نتونسته این جداسازی رو درست در نوع رفتار تشخیصی منابع مشخص کنه.